برادران عزیز محترم، سروران عزیز، در این محافل عروسی قرار داریم. این محافلی است که یکی از سنت‌های رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم زنده میشه و افتخار داشته باشیم که همچون سنت‌های رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم زنده میشه و یکی از سنت‌های رسول معظم اسلام در اینجا زنده میشه. عزیزان من، و کسانی که موسیقی و آواز موسیقی را دوست دارند، گفتنی من بر آنها این است: در نزد الله سبحانه و تعالی چی دام میدن؟ موسیقی جایگاه خاصی نداره در طبق شریعت. موسیقی عرب قدیس، کسی که از دستور رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم سرپیچی میکنه، نافرمانی میکنه، بلامد که در دنیا و آخرت ناکام است. عزیزان من، خیلی متوجه باشیم، موسیقی در داخل چوکات قرآن جای نداره اصلا. موسیقی حرام قدیس در انسان ها. در این ساهایی که نظام اسلامی هست، در اینجا من و شما مسلمانیم، عزت داریم، آبرو داریم، چرا در جامعه اسلامی موسیقی را میمانیم؟ من و شما و خواندن هایی که هستن در طبق قرآن قبول نداره، من و شما را خواندن ها را میمانیم. نام من و شما مسلمان است. عزیزان من، خیلی متوجه باشیم، شیطان میخواهد که من شما رو فریب بده، اما موفق نمیشه. این آواز موسیقی از شیطان است. شیطان میخواهد که من شما رو فریب بده، اما خودش فریب داده، اما خودش فریب برده، اما موفق نمیشه. مسلمان همیشه بدون است، مسلمان همیشه کامیاب است، مسلمان همیشه سربلند است. اجازه نمیدن که شیطان ابلیس بار دیگر استفاده بکنه. الله تبارک و تعالی همه من شما را اتحاد و وحدت بگردانه. الله تبارک و تعالی عروسی برادر من شما را بر طریقی سنت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم خداوند برابر بگردانه. الله تبارک و تعالی این دو زوجی که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را زنده میکنند، الله تبارک و تعالی در دنیا و آخرت کامیاب، سربلند و الله تبارک و تعالی اتحاد و وحدت بگرداند. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا رب العالمین.